چطورشون اوکیه؟ سلام سلام. بچه‌شون کارگاه امتحان انگار 12 و نهاییمون نیمه کارمون. من ادامهشون امشب میگم چون خیلیتون نهایی داری و همین مرور بشه فصل 4 و 12 چون یه بار بهتون تدریس کردم و یه مرور سریع هم بشه به درک کسی که امتحانم دارم بخوره. اوکی؟ آپلود میکنم فصل 1 و 2 داخل کانال هستم. الان داخل کانال گذاشتم 4 هم الان بهتون درس میدم. این از این. خیلی بس الان 4 و 12 مرور میکنیم، سوال نهاییشو همه رو حل میکنیم، تدریس هم میکنیم دیگه. یه مرور براتون بشه توی امتحان بتونید نمره کامل رو بگیرید. امشب به جای ویدیوی فرداست. یعنی چی امشب به جای ویدیوی فرداست؟ نمیفهمم حرفتو. امشب به جای اگه منظورت اینه به جای اون ویدیوی 4 و 12 هم آره. این از این. هم کامل یاد میگیرم هم دوباره مرور میشه براتون. خیلی خوب. آقا بریم از سوال اول. من جزوه 4 و 12 برای اینکه تایممون کمه یه جزوه دیگه برای 4 و 12 نوشتم. بچه 4 و 12 میخوام شروع کنیم، هم برای امتحان نهاییتون داخل کانال قرار بگیره، انگار داخل آپارات قرار بگیره براتون بذارم، همین مرور بشه 4 و 12. این از این. کتاب اگر من سر بودم پاسخم نداره، نه نداره، هیچ سوالی نپرسین. آقا چه تو کلا غیر فعال کنم، من میخوام درس بدم فقط دیگه بچه‌ها سوال اینا، چون واقعا چیز ابتداییه، یه بار قبلا درس دادم، الان میخوام سوال نهاییشو حل کنم. خوب دقت کن، اولین چیزی که میخوام راجع بهش صحبت کنیم، فقط نگاه کن برای 4 و 12 اون جزوه داخل کانال گذاشتم، نیست یه جزوه دیگه برات امشب میذارم. تو اون سوال تکراری زیاده، من برای اینکه حجمش کمتر بشه، مختصرتر بشه، سوال تکراری رو حذف کردم. یه جزوه شده کلا 4-5-6 صفحه. همین 5-6 صفحه برای 4-12 بخونی تمومه. سوال تکراریشو از توش حذف کردم. نکته‌ای که باید بدونم راجع به سوال 24 میخوام توضیح بدم. چون میدونی که من کامل درس میدم دیگه. ببین، یه اصل داریم بهش میگن اصل لوشاتولیه. اصل لوشاتولیه چی میگه؟ آقا یه دانشمند بوده گفته که هنگامی که عامل مزاحم وارد واکنش شود، واکنش در جهتی پیش می رود که با عامل مزاحم چیکار کنه؟ مقابله کند. پس لوشاتولیه چی میگه؟ میگه آقا اگر عامل مزاحمی وارد واکنش بشه، واکنش در اون جهتی پیش میره که با عامل مزاحم مقابله کنه. مثلا تو یه غلظت ماده رو زیاد بکنی، واکنش میخواد اونو چیکارش کنه؟ کمش کنه. اگر غلظت این ماده رو کم بکنی، واکنش میخواد اونو چیکارش کنه؟ زیادترش بکنه. اگر گرم دما رو زیاد بکنی، میخواد دما رو مصرف بکنه. اوکی؟ پس با عامل مزاحم مقابله کنه. قبل از اینکه وارد مثالاش بشم، من یه واکنش دارم. آ میدهد چی؟ بی. آ میدهد بی رو با فلش 1 نشون میدم، بی میشود آ رو با فلش 2 نشون میدم. خیلی خوب. به فلش 1 چی میگن؟ ببین 3 تا اسم داره. یا میگن به طرف فراورده ها داره میره، پس به طرف چی میره؟ به طرف فراورده داره میره. یا میگن اسم فلش 1 در جهت رفته، بهش میگن جهت چی؟ جهت رفت. یه اسم دیگه هم داره، داره به سمت چی میره؟ به سمت راست داره حرکت میکنه این فلشان، پس به سمت چی میره؟ راست میره. فلش 2 به من چی نشون میده؟ آقا فلش 2 ببین بی داره میشه آ، یعنی فراورده داره میشه واکنش دهنده، به طرف واکنش دهنده داره میره. به طرف چی داره میره؟ واکنش دهنده داره میره. آقا ببین بی داره میشه آ، به بی بشود آ، فلش 2 میگن جهت برگشت، جهت برگشت داره میره، یا به سمت چپ داره میره. پس اینو بلد باش اسم هر کدوم از این فلش ها چیه. لوشاتولی میگه هنگامی که عامل مزاحم وارد واکنش بشه، واکنش در جهتی پیش میره که با عامل مزاحم مقابله بکنه دیگه، درسته؟ آقا عامل های مزاحم چی هن؟ ما کلا 3 تا عامل مزاحم داریم، غلظت، حجم و فشار، و آخریش هم چیه؟ دما. این 3 تا عامل مزاحم باعث میشه تعادل من به هم بخوره. نکته که خیلی مهمه، آقا غلظت، تغییر غلظت روی ثابت تعادل تأثیری ندارد، حجم و فشار اگر تغییر بکنن روی کا تأثیری ندارند، و دما کم و زیاد بشه روی کا تأثیر داره. چجوری تأثیر داره؟ آقا بریم با هم دیگه بررسی کنیم. اولین مورد من چیه؟ اولین مورد من غلظته. لوشاتولیه میگه
اگر غلظت یک ماده رو زیاد بکنی، خب این عامل مزاحمه دیگه، واکنش در جهت پیش میره که ماده رو چیکار کنه، کمش بکنه چون زیادش کردی، پس در جهت مصرفش پیش میره. اگر غلظت ماده رو کم بکنی، واکنش دوست داره این رو چیکارش کنه، تولیدش کنه، پس در جهت تولید ماده پیش میره. در جهت پیش میره، تولید ماده پیش میره. نکته که باید بدونی، آقا اگر مقدار و غلظت مواد جامد و مایع رو تغییر بدی، تعادل حرکتی نمی کند، تعادل اصلا جابجا نمیشه، جابجا نمیشه. مواد جامد و مایع چون غلظتشون ثابته هیچ تغییر ایجاد نمی کند. پس اولین عامل غلظت، اگر غلظت ماده رو زیاد کنی واکنش میخواد کمش بکنه، اگر غلظت ماده رو کم بکنی واکنش میخواد چیکارش بکنه، زیادش بکنه. نکته مهم، اگر مقدار و غلظت مواد جامد و مایع تغییر بکند، تعادل اصلا جابجا نمیشه چون مواد جامد و مایع تأثیر روی تعادل ندارن. مثال میخوام برات بزنم، خوب دقت کن. مثالم اینه، میگم دو تا SO2 به علاوه O2 شده دو تا SO3. اگر بگه من اومدم O2 رو زیاد کردم، چه تغییری ایجاد میشود؟ آقا چه تغییری ایجاد میشه؟ اولا که اینا همه گازی هن، اگه جامد یا مایع بود میگونم تغییری کلا ایجاد نمیشه، اما الان O2 زیاد شده، O2 رو زیاد کرده، واکنش میخواد اینو چیکارش کنه؟ میخواد کمش کنه، میخواد اینو مصرفش کنه، پس در جهتی میره که O2 رو چیکار کنه؟ کم کنه. اگر در این جهت بره O2 میشه مصرف میشه، کم میشه، پس واکنش در جهت چی میره؟ رفت میره، یعنی به سمت راست میره، به سمت فراورده ها میره. خب الان غلظت SO3 چیزی میشه؟ ببین داره در جهت رفت میره، در این جهت داره میره، خب SO3 رو چیکار میکنه؟ زیاد میکنه. SO2 چی میشه؟ ببین SO2، ببین الان واکنش انس داره کم میشه دیگه، ببین SO2 داره چی میشه؟ چون قبل فلشه داره کم میشه، اونا که بعد فلشن زیاد میشن، قبل فلشن کم میشه، SO2 داره چی میشه؟ کم میشه. O2 چی؟ O2 رو زیاد کردی، میخواد چیکارش کنه؟ کمش کنه. اما این نکته مهم، درسته O2 رو زیاد کردی، این میخواد O2 رو کم کنه، اما با این حال مقدار O2 نسبت به اولیه در نهایت بیشتر شده. یعنی درسته که تو O2 رو اومدی اینجا زیاد کردی، واکنش داره مصرفش میکنه، داره کمش میکنه، اما بازم نسبت به مقدار اولیه بیشتر. یعنی چی؟ من اول اگر 1 مول O داشته باشم، بیام نیم مولش زیاد بکنم میشه چقدر؟ 1.5 مول. واکنش میخواد اینو چیکارش کنه؟ واکنش ببین در جهتی پیش میره که O2 رو کم بکنه، ببین در جهت رفت که این O2 چی بشه؟ کم بشه. اما نکته که وجود داره میخواد کمش بکنه، اما نیم مول کامل کم نمیکنه، نهایتا میتونه 4 دهم کم بکنه، از آخر چقدر میمونه؟ 1.1 دهم. درسته که داره کمش میکنه، اما بازم نسبت به مقدار اولیه چیه؟ بیشتر. این کلا اثر غلظت. نکته مهم، یه مثال دیگه، میگه دو تا SO2 دارم به اضافه O2 میشه دو تا SO3. میگه من اومدم O2 رو کم کردم، چه اتفاقی رخ میده؟ غلظت O2 کم شده است، چه اتفاقی رخ میده؟ ببین O2 رو کم کرده، واکنش در جهتی پیش میره که تولیدش کنه، یعنی در این جهت حرکت میکنه که O2 چی بشه؟ زیاد بشه، کم شده میخواد زیاد بشه، پس در جهت چی میره؟ برگشت میره، یعنی به سمت چپ میره، به سمت واکنش دهنده میره. خب الان در این جهت داره میره، الان SO3 قبل فلشه، پس اونا که قبل فلشن چی میشن؟ کم میشه، SO3 کم میشه، O2 شروع به زیاد شدن میکنه،
اس او دو هم بعد فلش شروع به زیاد شدن میکنه. کا چی؟ کا تغییری نمیکنه. اوکی؟ اگر ازت بپرسن گوش کن، اگر ازت بپرسن که او دو چی میشه، میگم او دو زیاد کمش کردم شروع به تولید شدن میکنه. اما چون کمش کردی، اما او دو نسبت به مقدار اولیه کاهش یافته. یعنی چی؟ آقا یعنی تو او دو رو ازش مثلا 2 مول داشتی، کم شده 1 مول، کم شده چقدرش مونده؟ 1 مول. واکنش میخواد در جهتی پیش بره که او دو رو زیاد بکنه، اون 1 مولی که کم شده رو نمیتونه جبران بکنه، 0.5 مول زیادش میکنه، میشه چقدر؟ 1.5 مول. درسته تعادل داره اینو زیاد میکنه، اما بازم نسبت به مقدار اولیه چیه؟ کمتر. راجع به غلظت اینو بدونی هست. برای حجم و فشار، نکته اول، حجم و فشار رابطه عکس دارند. رابطش دارن؟ عکس دارن. 3 تا حالت داریم. یا مول گازی دو طرف برابر نیست، یا مول گازی دو طرف برابر نیست، یا مول گازی دو طرف برابر است، یا مول گازی کلن نداریم. از این سوالات خارج نیست. اگر مول گازی دو طرف برابر نباشه، بیشتر از این سوال میاد. اگر حجمو کم بکنم فشار چی میشه؟ زیاد میشه. پس اگر مول گازی دو طرف برابر نباشه، اگر حجمو کم بکنی فشار چی میشه؟ زیاد میشه. به سمت چی میره؟ ببین زیاد شده باید مول گازی کمتر بشه دیگه. به سمت مول گازی چی تر میره؟ کمتر میره. و حواست باشه وقتی فشار زیاد بشه غلظت همه گازها هم چی میشه؟ زیاد میکنه. اما اگر حجمو زیاد بکنی فشار چی تر میشه؟ کمتر میشه. وقتی فشار کمتر بشه میخواد فشار رو زیاد کنه دیگه، به سمت مول گازی چی تر میره؟ بیشتر میره. وقتی فشار کم بشه غلظت همه گازها هم چی میشه؟ کم میشه. این زمانی که مول گازی دو طرف برابر نیست. اگه مول گازی دو طرف برابر باشد تعادل کلن جا به جا نمیشه. اگر فشار زیاد بشه غلظت همه گازها زیاد، اما تعادل کلن جا به جا نمیشه. اما اگر فشار رو کم بکنی غلظت همه گازها چی میشه؟ همه گازها کمتر میشه. اگر مول گازی هم نداشته باشی کلن تعادل جا به جا نمیشود، فشار و غلظت هم تغییری نمی کنند. حالا تو سوالا با هم دیگه میبینیم. این از این، این کلن حجم و فشار. بریم سراغ دما. نکته مهم، کا دما تنها عاملی که میتونه کارو تغییر بده. دما خیلی مهم. اگر دما رو زیاد کنی واکنش در جهت مصرف گرما پیش میره، یعنی میخواد گرما رو چیکار کنه؟ کمتر کنه. اگر دما رو کم کنی واکنش در جهت تولید گرما پیش میره. این از این. چجوری کار رو تغییر میده؟ کا دما تنها عاملی که میتونه کار رو تغییر بده. چجوری کار رو تغییر میده؟ خوب دقت کن. اگر واکنش در جهت رفت بره کا زیاد میشه، اگر واکنش در جهت برگشت بره کا چی تر میشه؟ کمتر میشه. این از این. بریم تمام مسائل لوشاتوریه رو هم دیگه حل کنیم. گفته هنگامی که، خوب دقت کن، اولی رو تمام مسائل لوشاتوریه رو برات حل میکنم. 8 نهایی اومده، سوال تکراری نذاشتم دیگه. گفته هنگامی که غلظتی که از واکنش دهنده کم میشه، ببین آ شده چی؟ مثلا بی بر خودت مثال بزن. الان اگر بیاد آ رو کم بکنه واکنش در جهتی پیش میره که آ رو زیاد کنه، در جهت برگشت میره که آ بشه بعد فلش زیاد بشه، پس درجه برگشت پیش میره.
همیشه هم تعادل وقتی برقرار بشه دیگه به حالت آغازی نیست، به حالت چیه جدیده. هیچ متعادلی مثل آغازی نمیشه. این سال اولش. این از این. سال بعدی گفته هنگامی که در دمای ثابت، هنگامی که در دمای چی؟ ثابت، غلظت یک ماده رو کم بکنی، واکنش میخواد چیکارش بکنه؟ تولیدش بکنه تا تعادل جدید برقرار بشه. تعادل دیگه آغازی نیست. بریم سوال بعدی. این سوال نگاه کن، گفته اندو به علاوه سه تا هاش شده ان های 3. پس اندو به علاوه سه تا هاش 2 شده دو تا چی؟ ان های 3. چون منفیه یعنی گرماده است، یعنی باید کیو رو تو چیا بنویسم؟ توی فرآوردا بنویسم. اگر مثبت بود میشد گرمادی، گرماگیر، کیو رو توی واکنش دهنده میوشتی. گفته که با کاهش دما، ببین اومده چیکار کرده، اومده دما رو کم کرده. وقتی بخواد دما رو کم بکنه واکنش در جهتی پیش میره که دما رو زیاد بکنه. پس در این جهت پیش میره که دما که کم شده چی بشه؟ زیاد بشه، مثل یک ماده باش رفتار میکنه. خب وقتی در جهت رفت بره، خب انهایسته میشه بعد فلش دیگه، پس انهایسته چی میشه؟ زیاد میشه دیگه. کل درصد مولی آمونیک چی میشه؟ افزایش میابد. چرا؟ چون با افزایش دما، با کاهش دما واکنش در جهت تولید دما یا رفت پیش می رود و مقدار آمونیاک هم چی میشه؟ زیاد میشه. این هستی. سال بعدی بهشون میام اینجا جواب میدم. 34 ب اندو به علاوه 3 تا هاش 2 شده 2 تا چی؟ ان هاش 3. سوال بهم چی گفته؟ گفته که خب واکنش هم چی بود؟ گرماده بود. خب 34 مورد ببینیم چی گفته. گفته که با افزایش حجم مول گاز هیدروژن چه تغییر میکنه. ببین افزایش حجم، تو اگر بیای افزایش حجم داشته باشی، حجم و فشار رابطه عکس داره، یعنی کاهش چی؟ فشار. اگر فشار کم بشه میخواد فشار رو زیاد کنه، به سمت مول گازی چی میره؟ بیشتر. این ور چند مول گازی داری؟ 4 مول گازی. این ور چند مول گازی داری؟ 2 مول گازی. به سمتی میره که مول گازیش بیشتر. خیلی خوب. پس به این سمت میره. خب پس واکنش در چه جهتی پیش میره؟ واکنش در جهت، در جهت برگشت پیش میرود خب و گفته ترمول گاز هیدروژن تغییر میکنه. آقا در جهت برگشت پیش بره، خب هاشو میشه بعد فلش دیگه، شروع به تولید شدن میکنه و شروع و هاش دو شروع به تولید شدن میکند و شمار مول های آن افزایش مییابد. این از این. این هم 34 مورد ب. گفته اگر در دمای معین ثابت تعادل 8 ضرب در 10 به توان منفی 3 باشه. ببین آقا پیشرفت واکنش به کا بستگی داره. نکته‌ای که برای من مهمه، اگر توی یک واکنش کا زیاد باشه پیشرفت واکنش هم خوبه، اگر توی یک واکنش کا کم باشه پیشرفت واکنش هم چیه؟ کمه. الان تو این واکنش بهم چی گفته؟ گفته کا 8 ضرب در 10 به توان منفی 3. خب وقتی 8 ضرب در 10 به توان منفی 3 8 ضرب در 10 منفی 3، نکته که وجود داره چیه؟ یعنی عددش کوچیکی در توان منفی 3 دیگه. پیشرفت واکنش چیه؟ کمه. چون میگن پیشرفت واکنش به کا بستگی دارد و چون کا عدد کوچکی است، پیشرفتم هم چیه؟ پیشرفتم هم کم.
سوال 35 دوباره اینو بهم داده. نکته که مثلا مهمه چیه؟ خوب دقت کن. آقا الان با افزایش فشار، افزایش فشار میشه چی؟ کاهش حجم، درسته؟ آقا نکته که مهمه اینور چند مول گازی دارم؟ اینور 2 مول گازی دارم، اینورم 2 مول گازی دارم. گفتم اگر 2 مول گازی داشته باشم، اینورم 2 مول گازی داشته باشم، اینا دیگه جا تعادل جابجا نمیشه. گفته شمار مولای هیدروژن چه تغییری میکنه؟ آقا مگه واکنش جابجا میشه؟ هیچ تغییری نمیکند، چون تعداد مولهای گازی چیه؟ برابره و تعادل جابجا نمیشود. اما چون افزایش فشار داشتم، گفتم اگر افزایش فشار دیدی غلظت همه گازها چی میشه؟ زیاد میشه. گفته غلظت هاشایش تغییر میکنه. آقا افزایش فشار باعث افزایش غلظت چی میشه؟ گازها میشه، افزایش میره. گفته ثابت تعادل چه تغییر میکنه؟ گفتم تنها عاملی که ثابت تعادل تغییر میده دماه. آقا اینم هیچ تغییری نمیکنه، چون حجم و فشار و غلظت اصلا کارو تغییر نمیدن. اینم از سوال بعدی. بریم سراغ سوال بعدی. این سوال هم چند تا دیگه داریم؟ هم روست سوال دیگه داریم از لوشتولیه. اینجا رو نگاه کن، یه دقیقه سب کنین. گفته که این شکل رو نگاه کن، این شکل رو به من داده، 44 شکل. گفته که اگر پیستون قرار داره، گفته اگر درسامون این پیستون رو بکشم به سمت بالا، این پیستون رو بره به سمت بالا حرکت کنه بیاد اینجا. آقا وقتی پیستون داره به سمت بالا کشیده میشه، یعنی حجمم داره زیاد میشه دیگه. اگر حجمم زیاد بشه فشارم چی میشه؟ کم میشه. میخواد فشارم رو زیاد کنه به سمت تعداد مول گازی چی تر میره؟ بیشتر میره. خب آقا نگاه کن، این ور چند مول گازی دارم؟ 4 مول گازی دارم. این ور 2 مول گازی دارم. به سمتی واکنش حرکت میکنه که مول گازی بیشتره، یعنی به این سمت حرکت میکنه، یعنی در جهت برگشت، یعنی به سمت واکنش دهنده، درسته؟ درسته؟ پس در جهت برگشت به سمت چپ، به سمت واکنش دهنده حرکت میکنه. گفت واکنش در کدوم جهت جا به جا میشه؟ در جهت چی؟ برگشت. اگر بگه چرا، میگم با افزایش حجم فشار کاهش میابد و برای جبران کاهش فشار به سمت تعداد مول گازی، به سمت تعداد مول گازی بیشتر، یعنی فراورده، یعنی واکنش دهنده جابجا میشود. این از این. گفته با این تغییر شمار مولکول آبسه چی میشه؟ ببین آبسه قبل فلش، اونی که قبل فلشن چی میشن؟ کم میشن. این از این. بریم سراغ سوال بعدی. این سوال خوب دقت کن، خوب دقت کن، سوال خوبی. گفته در واکنش یک افزایش حجم، افزایش حجم چی؟ کاهش فشار. خب فشار کم کن به سمت چی میره؟ کاهش فشار میشه، تعداد مول به سمت مول گازی چی تر میره؟ بیشتر میره. این از این. آقا تو واکنش چند گفته؟ یک. این ور 4 مول دارم، این ور چند مول دارم؟ 2 مول دارم. خب به سمت مول گازی بیشتر باید بره دیگه، یعنی به این سمت باید بره، یعنی در جهت برگشت. توضیحش هم برای خودت باید بنویسی. چرا؟ چون میگیم با افزایش حجم فشار کاهش مییابد و برای جبران کاهش فشار به سمت مول گازی بیشتر میره. سوال بیش خیلی قشنگه. گفته که در واکنش چند؟ واکنش 3. نگاه کن. در واکنش 3 من چه جواب میدم برات؟ واکنش 3 چیه؟ N2O4 NO2. N2O4 NO2. این هستی. اینجا باید پشتش 2 هم بذارم.
این بیرنگه، این قهوه‌ایه. نکته که من گفته چیه؟ گفته مخلوط رو در آب سرد قرار بدم. وقتی مخلوط تو آب سرد قرار بگیره یعنی چی شده؟ یعنی دما رو چیکار کردم؟ کم کردم. بعد گفته دما رو کم کردم، مخلوطم بیرنگ تر شد. وقتی بیرنگ تر شده یعنی به کدوم سمت حرکت کرده؟ به این سمت حرکت کرده دیگه، درسته؟ پس مخلوطم گذاریم تو آب سرد، دمام کم شد، بیرنگ تر یعنی به این سمت حرکت کرده. مگه دمام کم نشده آب سرد گذاشتم؟ ببین یعنی کیو این طرف بوده که کمترش کردم، واکنش در این جهت پیش رفته و واکنشم بیرنگ تر شد. پس وقتی میگه تو آب سرد گذاشتم این دما رو کمتر کردم، واکنش در جهت تولید گرما پیش میره و گونه مخلوطم بیرنگ‌تر شده، این در این جهت پیش رفته. اوکی؟ یعنی کیو این طرف بوده که کمش کردم به این سمت رفته. اوکی؟ چون گفته بیرنگ‌تر شده، من از اونجا که گفته بیرنگ‌تر شده فهمیدم به سمت چپ رفته، به سمت واکنش دهنده رفته. کیو رو هم باید همون سمت بریم که واکنش رفته دیگه، چون دما رو کم کردیم میخواد دما رو زیاد بکنه دیگه. گفته واکنش گرماده یا گرماگیره. ببین اگر کیو رو بذاری، اول اینکه اگر گیر بکنی میگم اینور چند مول گازی دارم؟ یه مول گازی. اینور چند مول گازی دارم؟ ببین اینور دو مول، اینور چند مول؟ یه مول. همیشه کیو رو با سمتی بذاریم که تا مول گازی کمتره. اینور یه مول، اینور دو مول دیگه، همیشه اینور میذاریم. پس واکنش گرماگیر است. اوکی؟ بعد گفته که چرا؟ بگو دلیل بنویسی. میگیم چون با کاهش دما واکنش در جهت تولید گرما یعنی واکنش دهنده پیش رفته و N2O4 افزایش یافته و بیرنگ تر شده. این از این، این از این سوال. سوال بعدی بهم چی گفته؟ گفته که واکنش بهم داده PCl5 شده PCl3 به اضافه Cl2. گفته افزایش حجم، افزایش حجم میشه چی؟ کاهش فشار. به سمت تعداد مول گازی چی تر میره؟ بیشتر. مول گازی چی؟ بیشتر. یعنی به کنون سمت میره. ببین این ور یه موله، این ور کلا دو موله. پس به این سمت پیش میره. به سمت چی پیش میره؟ به سمت مورد الف، مورد آ. به سمت چی پیش رفته؟ به سمت رفت. اگه گفت چرا، میگم چون با افزایش حجم و کاهش فشار واکنش در جهت تعداد مول گازی بیشتر پیش میرود تا اثر کاهش فشار رو جبران کند. گفته اگر بیام Cl2 وارد کنم، ببین PCl5 شده PCl3 به اضافه Cl2. ببین گفته من اومدم به این Cl2 وارد کردم، خوب دقت کن. اگر من به این Cl2 وارد کنم، Cl2 رو زیاد کنم، واکنش میخواد در جهتی پیش بره که اینو کمش کنه. پس در جهت برگشت پیش میره. در جهت چی؟ برگشت. اگر پرسی چرا، چون میگم با افزایش میزان Cl2 واکنش در جهت مصرف کلور یعنی برگشت پیش می رود. این کلا لوشاتولیه بود. بریم سراغ یه قسمت دیگه. خوب دقت کن. یه قسمت دیگه. نکته گفتن مهمه. آقا من میخوام چند تا واکنش با هم دیگه کار کنیم. آقا اول اینکه تو نفت خام سه تا ماده وجود داره. تو نفت خام سه تا ماده وجود داره. آقا یکی بنزنه، فرمول C6H6 این شکلیه. دیگه چی وجود داره؟ پارا زایلن این شکلیه. سه های سه. فرمولش هم چیه؟ C8H10. این از این. دیگه چی وجود داره؟ دیگه اتن. اتن هم این شکلیه، C2H4. یعنی سه هاش دو. این سه تا ماده تو نفت خام وجود داره. حالا میخوام چیکار بکنم؟ یه واکنش هایی میدن اینا. پس هیچ ماده دیگه تو نفت خام وجود نداره.
این پارازایلنی که من داشتم به کمک یک اکسنده دوچار اکسایش میشه. دوچار چی میشه؟ اکسایش میشه. پس این پارازایلنی که من داشتم، پس این نفت خامه، این پارازایل من به کمک یک اکسنده دوچار اکسایش میشه. نکته که برام مهمه بدونی اینی که اکسندش چیه؟ اکسنده این واکنش پتاسیم پرمنگنات یا منگنات. درسته؟ پتاسیم چیه؟ پرمنگنات. حواست باشه غلیظه، در محیط بازی و در محیط چیه؟ گرمه. پس کاملا چرا غلیظه؟ کاملا چرا غلیظ داره؟ در محیط بازی و گرمه. پارازایلن اکسایش که پیدا بکنه تبدیل میشه به این ماده. خوب دقت کن، تبدیل میشه به این ماده بنزن سی او هاش، بنزن سی او هاش. به این ماده میگن ترفتالیک اسید، سی شیش سی هشت هاش شیش او چار. این اسید. آقا پس اکسنده. نکته که برام مهمه، اتن چه اتفاقی براش رخ میفته؟ اینم به کمک یک اکسنده دوچار اکسایش میشه. اکسندش چیه؟ همون کامن اوچار، کامن اوچار رقیق در محیط چی؟ آبی. اکسندش اینه، دوچار اکسایش میشه. اگر اتن دوچار اکسایش بشه این ماده رو به من میده، اوهاش اوهاش سهاشتو سهاشتو اوهاش. به این چی میگن؟ اتیلن گلیکول. پس یه بار بخوایم با هم دیگه مرور بکنیم، آقا تو این هفته خام سه تا ماده وجود دارن، بنزن، پارازایلن، اتن. پارازایلن دچار اکسایش میشه به کمک اکسنده کامن اوچار یا من اوچار، غلیظ، محیط بازی و گرمه. اکسایش پیدا میکنه میشه ترفتالیک اسید. اتن هم به کمک اکسنده همون کامن اوچار ولی رقیقش اکسایش پیدا میکنه، تبدیل میشه به اتیلن گلیکول. بعد نکته که برام خیلی مهمه چیه؟ نکته که واسه مهمه چیه؟ این اتیلن گلیکول و ترفتالیک اسید با هم دیگه ترکیب میشن. نکته که واسه مهمه. پس نکته که واسه مهمه چیه؟ این اتیلن گلیکول، یعنی این ماده اوهاش سهاش دو سهاش دو اوهاش و پارازایلن با هم دیگه چی میشن؟ ترکیب میشن. این هم پارازایلن سهاش سه سهاش با هم دیگه ترکیب میشن، تشکیل یک پلی استر میدن. تشکیل یک چی میدن؟ پلی استر میدن. این پلی استری که تولید میشه این شکلیه، نگاه کن، سی او حلقه بنزن، سی او او سه هاش دو سه هاش دو او. به این میگن پلی اتیلن ترفتالات. پلی اتیلن چیه؟ ترفتالات یا پی ای تی. در ساخت بطری آب است، شکلشو باید حفظ کنی، باید بتونی بکشی. این از این با هم دیگه چی میشن؟ بطری آب. این شکلی که برات کشیدم یک شکل پلی استره. شکل چیه؟ پلی استر. نکته ای که باید برام بلد باشی چیه؟ این پلی استری که داری این پلی‌استر، میگن چرا پلی‌استره؟ میگی چون در ساختارش کربن و اکسیژن و هیدروژن دارد. نکته که مثلا مهمه، ببین من گفتم پارازایلن تبدیل به ترفتالیک اسید میشه. میخوام برای برم سوال حل کنم. این پارازایلن منه، سهایسه سهایسه، تبدیل به کمک اکسنده میشه چی؟ ترفتالیک اسید. نکته که مثلا مهمه، اینجا رو ستاره میزنی میگه برو حساب کن، اینجا رو ستاره میزنی میگه برو حساب کن. زمانی که بگه حساب کن این شکلی حساب میکنی، از اینجا برش میدی میگی کربن x، هیدروژن مثبت 3 مساوی 0، پس x هم میشه چقدر؟ منفی 3. اون طرف چی؟ با دوباره از اینجا برش میزنی x، اکسیژن منفی 2، 2 تا منفی 2 میشه منفی 4، هیدروژن مثبت 1 مساوی 0، x هم میشه چقدر؟ 3.
الان کربن از منفی 3 به 3 رسیده، یعنی عدد اکسایش هم زیاد شده، یعنی اکسایش پیدا کرده یا کاهنده است. پس کربن اکسایش پیدا کرده یا کاهنده است، پس نیاز به یه اکسنده داره، همون کاربن 4 غلیظ داره تا بتونه اکسایش پیدا کنه. این از این. بریم سراغ سوالا. خوب دقت کن جان. باشه اوکی. نه اوکی اصلا آره. اوکی خیلی خوب. مثلا اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن، سوال رو ببینیم چی گفته. گفته هاشتو با اودو شده هاشتو. پلاتین چیه؟ کاتالیزگره. گفته نقش پلاتین چیه؟ کاتالیزگر. الان اتن، این اتنه، با پتاسیم پرمنگنز رقیق گفتم چی تولید میکنه؟ اتیل گلیکول. بعدی واسه من خیلی مهمه، برات مثال میزنم. حفظ کن، اتانول یعنی C2H5OH با استیتیک اسید یعنی CH3OH، CH3COH. حواست باشه اتانول و استیتیک اسید با هم دیگه ترکیب بشن بهت میگن، حواست باشه استیتیک اسید بهش جوهر سرکم میگن. پس اتانول یعنی CH3OH به اضافه استیتیک اسید بهت میده، حواست باشه، بهت میده اتیل، حفظ کن، اتیل اتانوات به اضافه آب، اتیل اتانوات حلال چسبه. آقا الان این پارازایلن به کمک اکسنده میشه چی؟ ترفتالیک اسید. گفته در واقع نام یا فرمولشو بنویس، میشه ترفتالیک اسید، شکلش هم بلدی بکشی. گفته عدد اکسایش کربن رو مشخص کن، برات از اینجا برش میزنی، برات حساب کردم، گفتم x 3 تا هیدروژن داره میشه مثبت 3 مساوی 0، x هم میشه چقدر؟ منفی 3. درسی. خیلی خوب، بریم تمام اینا رو حل کنیم. الان اینجا آقا اینو میدونم اسمش چیه، پارازایلن، اینم ترفتالیک. گفتم کدوم ترکیب ترفتالیک اسید شکل 1، کدام از نفت خام به وجود میاد؟ گفتم پارازایلن، اتن، بنزن، ترفتالیک اسید که به دست میاد شکل 2. تمام. این شکل، این سوال، سوال 42. آقا اینو میدونم چیه، پارازایلن، این بنزن، این او دوتا اوهاش، دو این که دوتا اوهاش داره میشه اتیلن گلیکول، این که ساهاش دو ساهاش داره میشه اتن، این هم میشه ترفتالیک اسید. گفته نام ترکیب یک را بنویسید. خب پارازایلن یک ترکیب اکسنده برای تبدیل اتن یعنی ترکیب 4 به ترکیب 3. گفتم KMNO4 رقیق. گفته عدد اکسایش کربن ستاره دار رو معلوم کن. نگاه کن اینجا مالیست، اینجا رو ستاره زده. نگاه کن میام چیکار میکنم؟ یادت تو الکتروشیمی دیگه گفتم تو فیلم هم برات گذاشتم. ببین اینجا کربن کربن برش میدم، اینجا هم کربن کربن برش میدم، اینجا کربونه. ببین این کربونه به 3 تا پیوند وصله، باید بشه 4 تا. چند تا هیدروژن دیگه میخواد؟ 1. حالا کربن میشه x، هیدروژن مثبت 1 مساوی 0، x هم چه چقدر؟ منفی 1. گفته کدوم‌ها رو از نفت خام نمیتونی به دست بیاری؟ آقا ترفتالیک اسید رو نمیتونی به دست بیاری، اتیلن گلیکول هم نمیتونی به دست بیاری، ترکیب 3 و ترکیب 5. گفته فرمول پلی استر حاصل از ترکیب 3 و 5 رو بنویسید، این ترفتالیک اسید و اتیلن گلیکول دیگه. بهت گفتم چجوری بکشی، باید همین شکل رو، باید این شکل رو براشون بکشی، این شکل آخری آبیه رو باید براشون بکشی، ترفتالیک اسید پلی اتیلن ترفتالیک یا پی ای تی. بریم سراغ سال بعدی. بچه‌ها یک 5 دقیقه 10 دقیقه استراحت کنیم، من برمیگردم. 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه ساعت چنده؟ 9:43 دقیقه است. من 9:50 دوباره شروع می‌کنم. صدا اینم اوکی. آره خیلی خوب بچه، بریم سراغ ادامهش. من گوشیم بذارم. خیلی تا اینجا گفتیم، بعد اینجا بهم چی گفته؟ این پلیمره رو به هم داده، همون پلی‌اتیلن ترفتالات. گفته از دسته کدوم پلیمراست؟ میگم آقا این پلی‌استره. چیه؟ پلی استر. اوکی این پلی استر هسته، انگار پلی استر. میگن چرا پلی استر؟ میگه چون در ساختارش کربن و هیدروژن و اکسیژن دارن.
کنه ساختمان مونومراش رو رسم کن. مونومراش که بود یکی ترفتالیک اسید بود، یکی میام چیو میکشم؟ ترفتالیک اسید، یکی هم چیو میکشم؟ اتیلن گلیکول. این از این. خیلی خوب، این از این. بریم سراغ بعدی. گفته از آن به عنوان بیس کننده موضعی استفاده میشه. حواست باشه چیه؟ کلور و اتانه. گفته از واکنش آن با سرکه، چی با استیک اسید مادر که حلال چسب بود؟ گفتم اتانول با استیک اسید بود که اتیل اتانات میداد که حلال چسب بود، پس میشه چی؟ اتانول. گفته واکنش آن با گاز اتان ماده به دست میاد که خاصیت زلفون کنندگی دارن. حواست باشه که اتان CH2 اتان باید یاد بگیری واکنششو، به اضافه آب میده اتانول، یعنی C2H5OH. واکنش چه ماده ای با گاز اتن به هم اتانول میده خاصیت ضد عفونی کنندگی داره؟ اتانول خاصیت ضد عفونی کنندگی داره. ماده چیه؟ ماده آبه. این ازی. گفته یکی از مهمترین خوراک پتروشیمی، خوراک پتروشیمی میشه اتن. این ازی. آقا واکنش های اتن رو هم باید بلد باشم. واکنش های اتن، واکنش های چی؟ اتن. آقا اتن اگر داشته باشم CH2 اگر بخواد پلیمر بشه این شکلی میشه، حواست باشه، میشه CH2 پیوندگانش میشه یگانه، دست میده به این ور یا دست میده به این ور، زنجیرش هم تا ندامه داره. اگر با آب ترکیب بشه به هم میده C2H5OH، به هم چی میده؟ اتانول میده. اگر بخواد با H2 ترکیب بشه به هم میده اتان، یعنی CH3 اگر بخواد با HCl ترکیب بشه به هم میده CH2 Cl، به هم میده کلور و اتان. به عنوان چی استفاده میشه؟ بیس کننده موضعی. بیسی چی؟ موضعی استفاده میشه. اینو باید بدونم، این واکنش های اتنه که باید بلد باشم. دیگه چی؟ این از این. کل اینم بهتون گفتم. بریم سراغ نکته بعدی که باید بلد باشیم. آقا یک سوال خوب برات میارم، شروع کنیم با هم دیگه به حل کردن. خوب دقت کن. خب بریم جلو. این سوال، یه همچین سوالی تو امتحان داری، بهت گفته عبارت حساب تعادل رو بنویس. اما فرمول کا چی میشه؟ میشد غلظت فراورده ها تقسیم بر واک، یعنی تو صورت فراورده ها رو بذار، تو مخرج واکنش دهنده ها رو بذار. الان من فراوردم چیه؟ یکیش SO2 میذارم، SO2 به توان ضریبی، ضریب شنده دو ضرب در O2 به توان ضریبی، ضریب شنده یک تقسیم واکنش دهنده، SO3 به توان چند؟ دو. آقا من برام اینو نوشتم، این عبارت ثابت تعادله، همین نمره داره، نیم نمره داره. گفته ثابت تعادل رو برام حساب بکن، برو ببین چقدره. آقا میام اینجا می‌نویسم، کام چی بود؟ SO2 به توان 2 ضرب در O2 به توان 1 تقسیم بر SO3 به توان چند؟ 2. گفتین برای من برو بنویس. خب SO2 رو بهم چقدر داده؟ 3.2 ضرب در 10 به توان منفی 4، یعنی CO2 ضرب در 10 به توان منفی 5 به توان چند؟ 2. O2 رو بهم چقدر داده؟ 10 به توان منفی 3 به توان 1، میشه 10 به توان منفی 3. SO3 رو بهم چقدر داده؟ SO3 رو بهم داده 8 ضرب در 10 به توان منفی 1 به توان 2، 8 ضرب در 10 به توان منفی 1 به توان 2. میخوام عددشو به دست بیارم، خوب دقت کن. میام بازش میکنم، CO2 به توان 2 میشه CO2 ضرب در CO2، 10 به توان منفی 5، ببین 10 تا منفی 5 توان داشته باشه دو هم دیگه ضرب میشن، منفی 5 ضرب در 2 میشه منفی 10 ضرب در 10 به توان منفی 3. مخرج چی دارم؟ 8 به توان 2 میشه 16، ببخشید میشه 64
ده به توان منفی یک ضرب در دو میشه ده به توان منفی تو. بخوام با هم دیگه ساده کنم، این ده به توان منفی دو با ده منفی سه میره میشه ده به توان منفی یک. 32 و 64 میره، این میشه یک، میشه چقدر؟ دو. 2 و 32 ساده میشه، این میشه یک، میشه چقدر؟ 16. پس جواب میشه 16 ضرب در 10 به توان منفی 10 با منفی 1 میشه براتون منفی 11. به دست آوردم. این از این. حالا ازم چی پرسیده؟ یه همچین سوالی صد درصد تو امتحان میگی کنیم نمرم داره. گفته با توجه به مقدار کا میزان پیشرفت واکنش کمه یا زیاده؟ آقا میگم میزان پیشرفت واکنش کم است، چون میزان باید بنویسین کاملا، چون میزان پیشرفت واکنش به کا بستگی دارد و چون این واکنش کا کمی دارد میزان پیشرفت واکنش هم چی است؟ کم است. این از این. دوباره یه سوال دیگه بخوام اسینو حل کنم، خوب دقت کن. داریم اون سوالی داشتیم ما فکر کنم کورم نهیم. آره اینجاست. باز دوره گونه عبارت ثابت تعدادی برای من بنویس. میگم کا مساویه غلظت فراورده تقسیم بر واکنش دهنده. فراوردم کیه؟ اس او سه به توان دو. واکنش دهنده هم کیه؟ اس او دو به توان ضریبش به توان دو. ضرب در او دو به توان چند؟ یک. همین باید بنویسم، نمره داره. حالا گفته مقدار ثابت تعدادی برای من حساب بکن. برو برای من چیکار کن؟ حساب بکن. اس او سه رو بهم چقدر داده؟ 2 ضرب در 10 به توان منفی 5 به توان 2 میشه 4 ضرب در 10 به توان منفی 10. اس او 2 4 ضرب در 10 به توان منفی 2 به توان 2 میشه 16 ضرب در 10 به توان منفی 4. ضرب در 10 به توان منفی 1 به توان 1 میشه 10 به توان منفی 1. ببین 10 به توان منفی 1 به توان منفی 4 میشه 10 به توان منفی 5. با این خط میخوره. 5 از این کم میکنم، 5 از این میشه 10 به توان منفی 5. 4 با 16 میشه چقدر؟ 1/4. پس میشه 1/4 یا 25/100 ضرب در 10 به توان منفی 5 یا 25 ضرب در 10 به توان منفی 7. اینم نیم نمره داره. گفته پیشرفت واکنش کمه یا زیاده؟ آقا توان منفی داره. میگم پیشرفت واکنش کمه. میگم چرا؟ میگم چون پیشرفت واکنش به کا بستگی دارد و چون کا کم است میزان پیشرفت واکنش هم چیه؟ کمتر است. این از این. بریم سراغ بقیه سوالا. ببین بهم چی گفته. گفته در تعادل های گازی گرماگیر، گفته تعادل هم گرماگیره، یعنی آ کیو رو باید توی واکنش دهنده ها بنویسی، میشود بی. این گرماگیره. گفته با افزایش دما اگر دما رو زیاد بکنی واکنش میخواد در جهت پیش میره که کیو رو کم بکنه. پس کیو باید کم بشه، پس در این جهت میره که کیو چیتر بشه؟ کمتر بشه. من گفتم اگر واکنش جلو بره کا زیاد میشه، عقب بره کا کم میشه. الان واکنش داره جلو میره، پس کا چی میشه؟ افزایش میابد. بریم سراغ این سال 28. این هم که ندیدیم دوباره حل کنیم با هم دیگه. گفته عدد اکسایش ترکیباشو پیدا کن. آقا میام از اینجا برش میزنم. گفته 3 های 3 کربن میشه x، 3 بار مثبت مساوی 0، x هم میشه منفی. دوباره میام اینجا رو برش میزنم. اینجا x دو تا o داره میشه منفی 4، هیدروژن هم مثبت 1 مساوی 0، x هم چقدر میشه؟ 3. تو هم حساب کردم. گفته برای تبدیل پارازایلم به ترفتالیک اسید چی نیازه من استفاده کنم؟ آقا بهت گفتم باید چی استفاده کنی؟ اکسنده. بگه چرا؟ میگیم چون کربن در پارازایلن اکسایش یافته و کاهنده است و ما نیاز به چی داریم؟ اکسنده داریم. این از این. گفته در شرایط یکسان انال پذیری کدوم میشه؟ ترفتالیک اسید یا پارازایلن؟ آقا ترفتالیک اسید
از پارازایلن بیشتره. اگر بهت بگه چرا، میگیم چون بر هم کنش قطبی بر ناقطبی در ترفتالیک اسید بیشتر است و قطبیت بیشتری دارد. این از این. یه سوال دیگه، اینو خودت اضافه کن به جزوت، من احتمال میدم که بیاد. بگه در تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید چه تغییری باید در پارازایلن ایجاد شود؟ بگه در تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید. جوابش هم میشه این، گروه های سه های سه یا گروه های متیل باید به گروه های سی او او هاش، پس گروه های سه های سه باید تبدیل به گروه های سی او او هاش یا اسیدی شوند. پس گروه های متیل تبدیل به گروه های اسیدی بشن. این اسید. آقا اینم کامل بررسی کردیم. بریم سراغ چی؟ بریم سراغ نمودارها که برامون خیلی مهمن. سراغ چی بریم؟ نمودارها. آقا هممون میدونیم، من برای توضیح میدم چیزی که برای مهمه چیه. خوب دقت کن آقا، من یه واکنش دارم، یه واکنش دارم. اگر واکنشم این شکلی باشه، این واکنش یک واکنش چیه؟ گرماده. اینجا واکنش دهندان، اینجا چیا؟ فراوردان. این واکنش، این نمودار چیه؟ دلتا اچ یا آنتالپی یا انرژی. اگر میگیم واکنش، میگیم گرماده است. این واکنش چیه؟ گرماده است. میپرسه چرا گرماده است؟ چون با کاهش سطح انرژی همراه است. یعنی واکنش دهنده انرژیشون زیاده، فراورده انرژیشون کمه، داره انرژی کمتر میشه. یعنی یا میتونیم بگیم سطح انرژی فراورده از واکنش دهنده کمتر است. تو اینجا علامت کیو چیه؟ منفیه. حواست باشه توی واکنش های گرماده علامت کیو باید توی فراورده ها قرار بگیره. پس این شکل نمودار گرماده است، کیو منفیه، با کاهش سطح انرژی همراهه و کیو رو باید توی فراورده ها بنویسی. ببین از واکنش دهنده تا قله رو میگن انرژی فعال سازی رفت. انرژی فعال سازی چی؟ رفت. آقا از اینجا اینجا رو از فراورده تا نوک قله رو میگن انرژی فعال سازی چی؟ برگشت. انرژی فعال سازی تعریفش اینه، حداقل انرژی لازم برای انجام واکنش. پس این واکنش گرماده است، کیوش منفیه، چون با کاهش سطح انرژی همراه، کیو باید تو فراورده ها بنویسم. از واکنش دهنده تا قله رو میگن انرژی فعال سازی رفت. به واکنش فراورده تا قله رو میگن انرژی فعال سازی چی؟ برگشت. آقا الان انرژی فعال سازی برگشت بیشتر یا رفت بیشتر؟ انرژی فعال سازی برگشت از رفت بیشتر. انرژی فعال سازی، پس این مال برگشت، این مال رفت. انرژی فعال سازی با سرعت رابطه عکس داره، یعنی زمانی که انرژی فعال سازی برگشت از رفت بیشتره، سرعت رفت از سرعت برگشت چیه؟ بیشتر. این از این. آقا پس این نمودار دلتا اچ، آنتالپی، انرژی گرماده، کیو منفیه، با کاهش سطح انرژی همراهه، کیو با توی فراورده قرار بگیره. توی واکنش گرماده ای آپرین از ای آ بیشتر، به میگن انرژی فعال سازی. به ای آ میگن انرژی فعال سازی رفت، یعنی آ بشه بی انرژی لازم داره، میگیم انرژی فعال سازی رفت. اگر بی بخواد بشه آ، میگیم انرژی فعال سازی چی؟ برگشت. حداقل انرژی لازم برای انجام واکنش. چون انرژی فعال سازی برگشت از رفت بیشتره، سرعت رفت از برگشت چیه؟ بیشتره. هر چه انرژی فعال سازی کمتر، سرعت بکن تو مغزت 100 بار تو نهایی اومده، هر چه انرژی فعال سازی کمتر، سرعت بیشتر. الان کدوم کمتر، رفت یا برگشت؟ انرژی فعال سازی رفت کمتره، پس سرعتش بیشتر. و به این فاصله از واکنش دهنده تا فراورده میگن چی؟ دلتا اچ یا آنتالپی. پس میگن دلتا اچ یا چی؟ آنتالپی. واکنش دهنده تا قله میگن انرژی فعال سازی برفت، فراورده تا قله میگن انرژی فعال سازی برگشت، به فراورده تا واکنش دهنده میگن چی؟ دلتا اچ یا آنتالپی. یه نمودار دیگه هم بکشیم.
نمودار واکنش های چی؟ گرماگیر. آقا گرماگیر ها این شکلی هست، گرماگیر ها این شکلی هست. اینجا واکنش شنده است، اینجا فراورده است. میگن چرا این واکنش گرماگیره؟ چون با افزایش سطح انرژی همراه است. یعنی انرژی فراورده ها از واکنش دهنده ها چی است؟ بیشتر. می‌رسیم. اینجا علامت کیو مثبته، علامت کیو هم باید توی چیا بنویسی؟ واکنش دهنده ها بنویسی. باز دوباره به واکنش دهنده تا قله میگن انرژی فعال سازی رف، حداقل انرژی لازم انجام واکنش. اینجا میگن انرژی فعال سازی چی؟ برگشت. به فراورده تا واکنش دهنده هم میگن دلتا اچ که علامتش چیه؟ مثبت. این از این. الان انرژی فعال سازی برگشت از رفت، انرژی فعال سازی رفت کمتره، پس انرژی فعال سازی برگشت از رفت کمتره، پس سرعت برگشت از سرعت رفت چیه؟ بیشتر. انرژی فعال سازی و سرعت با هم رابطه عکس دارن. بریم سراغ نمودارش. خوب دقت کن. چقدر عرضاش بده. من عرضاش رو بخونم. این عرضاش خونده نمیشه. آقا نگاه کن، گفته آنتالپی واکنش یک چقدره؟ ببینید مثلا اینجا بهم داده چقدر؟ نگاه کن، این واکنش، این شکلش شکل گرماده، این هم شکل شکل چیه؟ گرما. جفتشون چی هست؟ گرماده. آنتالپی واکنش یک چقدره؟ آقا واکنش یک میخوام ببین از فاصله واکنشن تا فراورده ببین چه عددیه؟ مثلا اینجا داده 54، میگم 54 چون گرماده باید بنویسی منفیه 54. این از این. اینجا نگاه کن آقا، از واکنش دهنده تا قله رو میگن انرژی چی؟ فعال سازی. از واکنش دهنده تا فراورده رو میگن چی؟ آنتالپی یا دلتا اچ. گفته کدوم آنتالپی رو نشون میده؟ این علامت چی؟ سی. در حضور کاتالیزگر کدوم قسمت کم میشه؟ بذار برات اینو نگاه کن، دوباره برات بکشم. خوب دقت کن روی دوما، قلمو کوچیک‌تر کنم. از واکنش دهنده تا قله رو میگن انرژی فعال سازی، پس قسمت بی میشه انرژی فعال سازی. این قسمت از واکنش دهنده تا فراورده رو میگن قسمت سی، دلتا ای چون به من نشون میداد. گفته کدوم قسمت دلتا چون به من نشون میده؟ قسمت چی؟ سی. این واکنش گرماده یا گرماگیره؟ ببین فراورده از واکنش دهنده پایین ترن، این واکنش واکنش چیه؟ گرماده است. آقا در حضور کاتالیزگر کدوم قسمت تغییر میکنه؟ حواست باشه کاتالیزگر فقط انرژی فعال سازی را کم می کند و سرعت رو چیکار می کند؟ یعنی انرژی فعال سازی رو کم می کنه، سرعت زیاد میشه. انرژی فعال سازی و سرعت رابطه عکس دارن. این میاد انرژی فعال سازی رو کم می کنه که سرعت زیاد بشه، اما کاتالیزگر دلتایش رو اصلا تغییر نمیده. حواست باشه کاتالیزگر هیچ تأثیری روی گرما نداره، پس کدوم قسمت رو داره تغییر میده؟ انرژی فعال سازی، یعنی قسمت بیو داره تغییر میده. چرا؟ دلیلش هم بهت گفتم. این نمودار گرماده است. خب انحلال آمونیوم نیترات گرماگیره. وقتی میگه سوختن یه چیز داره میسوزونی، خب سوختن کربن مونوکسیده دیگه، پس اینه. میگیم چون سوختن کربن مونوکسید گرماده است، داره چیزی میسوزونی، گرما آزاد میکنه و این واکنش نمودار یک واکنش چیه؟ گرماده است. بعد کاری رو نمودار مسلط بشیم.
بریم دوباره نمودار دیگه. اینجا نگاه کن، نگاه کن، اگر این نمودار رو دیدی، این نمودار کوچیکه، یعنی انرژی فلسفیش کمه. این انرژی فلسفیش چیه؟ کمه. یعنی سرعتش چیه؟ زیاد. این انرژی فلسفیش ببین چقدر زیاده، انرژی فلسفیش زیاده، پس سرعتش چیه؟ کمه. گفته که فسفر سفید برخلاف این نمودار که کوچیکه مال فسفره که میسوزه، یعنی انرژی فعال سازی فسفر و اکسیژن کم است، یعنی به سریعت میسوزد، در دمای اتاق میسوزد. این که انرژی فعال سازی زیاده، وقتی انرژی فعال سازی زیاده این سخت‌تر انجام میشه، سرعتش کمتره. این مال واکنش هیدروژن با اکسیژنه. این چون انرژی فعال سازیش کمه آسان‌تر رخ میده، سرعتش زیادتره. این واکنش انرژی فعال سازیش زیاده، یعنی سرعتش کمه، یعنی به سختی انجام میشه. گفته فسفر سفید برخلاف هیدروژن در اتاق میسوزد، کدوم نمودار میتونی بهش نسبت بدی؟ میگم نمودار چند؟ دو. میگم چون به راحتی انجام میشود و سرعت بالایی دارد، پس انرژی فعال سازی چی است؟ کم است. این از این نمودار. چقدر عددهای اینا بده. خودم عدد میدم، مثلا اینجا رو بهم داده، اینجا رو بهم داده 181، اینجا رو بهم داده چقدر؟ 381. اینجا رو بهم داده مثلا 566، اینجا رو بهم داده چقدر؟ 333. ببین اول میام رو نمودار دستکاری میکنم. ببین این شکلای نمودار که فراورده، ببین فراورده ها از واکنش دهنده ها چی ترن؟ پایین ترن. اینجا واکنش دهنده است، اینجا فراورده. تو شکلی که فراورده از واکنش دهنده پایین ترن، جفت نمودارا چیه؟ گرماده است. میگم چرا؟ میگم چون با کاهش سطح انرژی همراه است و فراورده ها سطح انرژی کمتری نسبت به واکنش دهنده دارند. این از این. الان نگاه کن این قسمت بهم داده 333، یعنی از اینجا تا اینجا بهم چقدر داده؟ 381. ببین از واکنش دهنده تا قله رو بهم داده 381. این قسمت چیه؟ این قسمت انرژی فعال سازیه. اینجا رو بهم چقدر داده؟ ببین از واکنش تا فراورده رو بهم داده 181. پس این چیه؟ دلتا اچ همه. اینجا رو بهم چقدر داده؟ ببین از واکنش دهنده تا قله رو بهم چقدر داده؟ 333. یعنی انرژی فعال سازیم چقدر داده؟ 333. از واکنش دهنده تا فراورده رو بهم داده 566. این چیه؟ دلتا اچ همه. خب بریم ببینیم سوال ازم چی خواسته. گفته چرا این واکنش در دمای پایین انجام نمیشوند؟ آقا وقتی میگه انجام نمیشه یا بسیار کنده، یعنی انرژی فعال سازی زیاد بوده. پس میگیم چون انرژی فعال سازی زیادی دارند. گفته انرژی فعال سازی واکنش یک رو تعیین کن. آقا واکنش یک رو نگاه کن، این واکنش یکه. انرژی فلسفیش میشه از واکنش دهنده تا قله دیگه. از واکنش دهنده تا قله رو بهم چقدر داده؟ 381. همیشه هم مثبت. کدام واکنش گرمای بیشتری آزاد میکنه؟ ببین پایینی دلتا اچش 566، بالای 181. کدوم گرمای بیشتری آزاد کرده؟ واکنش چند؟ دو. چرا؟ چون تفاوت سطح انرژیه واکنش دهنده تا فراورده، یعنی دلتا اچ بیشتر است. گفته سرعت کدوم کم؟ وقتی میگه سرعت کدوم کمتره، یعنی انرژی فعال سازی کدوم بیشتره.
اونی که انرژی فلسفیش 20 سرعتش کمتره. اولی 381 پایینی چنده 333. کدوم بیشتره انرژی فعالسازیش؟ واکنش یک دیگه، پس سرعتش کمتره، میشه واکنش یک. میگه چرا؟ میگم چون انرژی فعالسازی بیشتری دارد. این از این. این خاک تو سرش این تایپ کردنش. آنتالپی هر واکنشو تعیین کن. ببین گفته چرا واکنش در دمای پایین انجام نمیشون؟ میگیم چون انرژی فعال سازی بسیار زیادی دارن. آقا آنتالپی گفته تعیین کن. آقا آنتالپی میشه ببین از واکنش دهنده تا فراورده چه عددیه؟ 181. پس میشه 181. آقا چون گرماده باید ببینیم منفی 181. اینجا چی؟ از واکنش تا فراورده چه عددی بهم نشونده؟ 566. آقا گرمادی باید بمیسیم منفی 566. این از این. آقا اینا همه رو گفتیم، یعنی نکات مهم رو گفتم. خیلی خب بریم از اول چی مونده؟ نگاه کن آقا، این مالمولی آمونیاکه، یعنی اینم بگم فکر نکنم سوال دیگه بتونه بیاد. حالا حفظه ریزش هم بخونی. اوکی؟ پس کاتالیزگر چه ماده‌ایه؟ نگاه کن آقا، بریم راجع به کاتالیزگر صحبت بکنیم. اینا که میگن راجع به کاتالیزگر بنویس. کاتالیزگر ماده ای است که در واکنش شرکت میکند، خودش مصرف نمیشود، پس در واکنش شرکت میکند، خودش مصرف نمیشود، انرژی فعالسازی رو چیکار میکنه؟ کم میکند. سرعت رو چیکار میکند؟ زیاد میکند. روی دلتای چیش تأثیری؟ نه، دلتاش اصلا کم و زیاد نمیکنه. میاد چیکار میکنه؟ نگاه کن، فقط انرژی فعالسازی کم میکنه. این شکلیه واکنش، داره اینجوری انجام میشه. کاتالیزگر میاد واکنش اینجوری میکنه، انرژی فعالسازی کمتر میکنه، بازم دلتاش همیش تغییری نمیکنه. پس میاد قله رو میاره پایین تر، انرژی فعالسازی کمتر میکنه. درسته؟ در واکنش هم شرکت نمیکنه. بعد برای خودت بنویس استفاده از کاتالیزگر. ببین اگر دما رو ببری بالا سرعت زیاد میشه، کاتالیزگر هم استفاده کنی سرعت زیاد میشه. کدوم بهتره؟ کاتالیزگر. کاتالیزگر از دما بهتره. همین چیزی که میگم یادداشت کنی. یا چرا؟ چون گرما باعث میشه اون مواد گرشی تجزیه بشه. اون مواد گرشی چی بشه؟ تجزیه بشه. و همینچنین چیکار میکنه دما؟ انگار بازی اقتصادی نداره. درسته؟ و باعث آلودگی محیط زیست میشه دما. این از این. شما باید چیزی بسوزونی دیگه، CO2 وارد محیط میکنه. پس کاتالیزگر برای جمعش اینا رو بلد باشی. آقا نگاه کن، الان این درصد مولی آمونیاک، این هم دماه. درصد مولی آمونیاک چی شده؟ کم شده. گفته با افزایش دما درصد مولی آمونیاک چه تغییری کرده؟ آقا درصد مولی آمونیاک داره چیتر میشه؟ کمتر میشه. این واکنش گرماده یا گرماگیر، خوب دقت کن، خیلی قشنگه اینجاش. اصلا اگر نمیتونی بفهمیش حداقل حفظش کن. میگم N2 به علاوه 3 تا H2 شده 2 تا NH3. وقتی دما زیاد شده آمونیاک چی شده؟ کم شده. پس کیو رو باید کدوم طرف بذارم؟ این طرف. چرا؟ چون وقتی دما زیاد شده واکنش میخواسته کمترش کنه دیگه، در این جهت پیش رفته، آمونیاک هم کمتر شد. پس این واکنش گرماده یا گرماگیر؟ میمسم گرما گیر. چرا؟ میگیم چون با افزایش دما واکنش در جهت مصرف گرما دما رفته، این در جهت برگشت رفته و درصد مولی آمونیاک هم کاهش پیدا کرده است. خیلی مهمه. پس میگه دما رو زیاد کردم، درصد مولی آمونیاک چی شده؟ درصد مولی آمونیاک ببین کمتر شده دیگه، یعنی آمونیاک به این سمت حرکت کرده، یعنی آمونیاک کمتر شده.
پس چی رو باید کدوم سمت بذارم؟ باید این سمت بذارم میگه، این واکنش در این جهت، این دما زیاد شده مصرفش کرده، در جهت برگشت پیش رفته. گفته کدوم مقدار کا در دمای 25 درجه 200 و 400 درجه گزارش شده؟ آقا کدوم تو دمای اتاق نشون میده؟ ببین هر چه دما زیاد شده درصد مولی عامل چطور شده؟ کمتر شده. پس اونی که دمای کمتری بهتره دیگه. آقا تو دمای 25 درجه کدومه؟ یعنی واکنش پیشرفت بهتری داشته دیگه. اونی که کاش بزرگتره این 600 درجه منفی 5. پس بگه آقا هر چه دما بیشتر شده آمونیا کمتر شده. پس هر چه دما کمتر بشه آمونیا چطور میشه؟ بیشتر میشه. یعنی واکنش در این سمت میره. یعنی کاچی عددش بزرگتره. این از این نکته خیلی مهمه. نگاه کن این شکله. فقط بچه ها حتما گوش کنید. من 5-6 صفحه حفظی هم براتون میذارم. لطفا اون 5-6 صفحه حفظی هم نگاه کنید. اوکی؟ حتما اون 5-6 صفحه حفظی رو چیکار کنید؟ نگاه کنید برای فصل 4 دوازدهم. نگاه کنید دیگه نمرتون کامل میگیرید. بهترین کاری که میتونی انجام بدی فصل کلو از آخر کانال نگاه کنی و تمرین های آخر فصل و دوره‌هاشو حل بکنی و خود رو بیازمایی دا برای فصل کلو. برای فصل 3 ویدیوی دیشب رو نگاه میکنی، تمرین دوره‌ها رو حل میکنی. برای فصل 4 این ویدیو رو نگاه میکنی، 2 ساعت کلن 6 صفحه است. این 6 صفحه رو نگاه میکنی، 4-5 صفحه حفظی که میفرستم میخونی و تمرین آخر کتاب رو حل میکنی. آه تو 8 شب فردا باید این کار رو انجام بدی. 8-9 شب از 9 به بعد من دو تا نمونه سوال برات میذارم خارجه، یعنی دیروز برگزار شده. همین دو تا رو برای خودت حل بکنی دیگه کامل راه میفتی. آقا نگاه کن، نگاه کن این واکنش، این واکنش که ببین یک که قولش از همه بزرگتره. ببین میگن نمودار یک، این زمانیه که کاتالیزگر حضور نداره. واکنش انجام سرعتش ناچیزه، انرژی فعال سازیش زیاد. نمودار دو زمانیه که اومده از کاتالیزگر استفاده کرده. از چه کاتالیزگری؟ روی. اینجا اومده سرعت واکنش هم چی شده؟ سریع شده، چون کاتالیزگر استفاده کردی، یعنی انرژی فعال سازی رو کاهش داده، واکنش هم سریع رخ داده. و نمودار سه زمانی که از توری پلاتینی استفاده کردی، این واکنش هم انفجاری رخ میده، یعنی خیلی سریع رخ میده، یعنی انرژی فعال سازی خیلی کم کرده. نکته مهم این برای خود یادداشت کن که جزوت تأثیر روی بیشتر یا پلاتین؟ کاتالیزگر پلاتینی باعث شده واکنش انفجاری بشه. بعد تأثیر کاتالیزگر پلاتینی از روی بیشتر است، چون باعث شده واکنش انفجاری باشد. گفته نقش پودر روی و توری پلاتینی در این واکنش چیه؟ کاتالیزگر. گفته کدام نمودار مربوط به چیه؟ پلاتینی است. نمودار 3 میگیم چون واکنش انفجاری است و بسیار سریع رخ داده، یعنی توری پلاتینی انرژی فعال سازی رو به حداقل رسانده است که دارای بیشتری سرعت است. اینو تک تک برای خودت پاز بزن، ورگاری ویدیو رو نگاه کن، برای خودت یادداشت کن. تک به تک جمله ها مهمه. تو فقط ببینی پلاتین به 20% میده. آیا آنتالپی واکنش تغییر میکنه؟ آقا کاتالیزگر آنتالپی رو اصلا تغییر نمیدهد. گفته برای تبدیل کربوکسیلیک اسید ابتدا آلکان رو به الکل تبدیل میکنی. کاتالیزگر آنتالپی رو کاهش میده، انرژی فعال سازی رو کاهش میده. این از این آلن، این آلاینده رو برای میفرستم، حفظش کامل کامل برای خودت بخون. بعد از عبور به اندو تبدیل میشن. حالا برای میذارم اینو که حل کردیم، اینو که حل کردیم، حل شد. تا همین رو بخونی، همین 6 صفحه رو بخونی، به خدا دیگه تموم کردی کارو. نگاه کن این سوال آخرم حل کنیم، نگی آقا هیچی حل نکردی همش مونده فلان از این حرفا. الان واکنش چیه؟ اندو به علاوه 3 تا هاش 2 می شود 2 تا انهاش 3. خب بله، حالا وقت داریم برای چند تا دیگه هم حل میکنم. مثلا 11 بازم نمونه سوال حل میکنم. با خارج کردن آمونیاک، اگر آمونیاک رو خارج بکنی کم بکنی، واکنش در جهت تولیدش پیش میره یا مصرفش؟ در جهت تولیدش پیش میره. پس در جهت رفع پیش میرود. میگه چرا؟ میگیم چون با کاهش مقدار آمونیاک
واکنش در جهت تولید آمونیاک یعنی رفت پیش می رفت. آقا گفته کدوم نمودار درصد مولی آمونیاک را با افزایش فشار نشون میده؟ آقا افزایش فشار چیه؟ به سمت چی باید بره؟ به سمت تعداد مول گازی چی؟ تعداد مول گازی کمتر تا اثر افزایش فشار چی بشه؟ جبران شود. الان من واکنش میخواد در جلی پیش بره که تعداد مول گازیم چیه؟ کمتره دیگه، چون فشارم زیاد شده. این بر 4 مول دارم، این بر چند مول دارم؟ 2 مول دارم. پس به سمت آمونیاک میره، تعداد مول گازی کمتر، پس به این سمت میره. الان وقتی به این سمت بره آمونیاک کم میشه یا زیاد میشه؟ داره آمونیاک زیاد میکنه دیگه، پس درصد مولیش چی میشه؟ زیاد میشه. این از این. بیدیم چیکار کنیم؟ اینا رو که کامل همه رو حل کردیم دیگه، هیچ چی نذاشتیم بمونه. بریم تا ساعت 11 نیم چند تا سوال دیگه هم با هم دیگه حل کنیم. بخوام حل کنم دیگه بیشترش تکراری میشه، اما حل میکنیم سوالی که خوب باشه رو دوباره تا موقعی که آقای صالحی بیاد. بیا الان اینجا چی گفت؟ بارم سوال با هم دیگه حل کنیم. بچه ها یه دقیقه میتونی در رو باز کنی بعد بگی بیام بالا. بچه ها اگر صدام قطع شد به هم بگی، اگر صدام قطع شد به هم بگی چی گفته اینجا؟ آقا اندو بلا به صدام قطع شد دو تا ناشته. آقا این واکنش دلتاش منفی یعنی گرماده، یعنی کیو رو باید بذارم اینجا. واکنش دیگه دلتاش مستدی، یعنی کیو رو باید بذارم کجا؟ باید بذارم اینجا. گفته چه اتفاق رخ میده؟ گفته در واکنش یک اگر دما رو کم بکنی، دما کم بشه، واکنش میخواد در چه جهتی پیش بره؟ در جهتی پیش میره که کیو رو چیکار بکنه؟ زیاد بکنه. یعنی در این جهت پیش میره که کیو چی بشه؟ زیاد بشه. خب وقتی در جهت رفت بره، این بعد فلش دیگه مقدار فرآورش تغییر میکنه، زیاد میشود. اگر بپرسه چرا؟ چون با کاهش دما واکنش در جهت تولید گرما درسته؟ یا رفت پیش می رود. پس یا رفت پیش می رود. خب وقتی درجهت رفت بره و فراورده ها چی می شن؟ خب وقتی درجهت رفت بره فراورده ها چی می شوند؟ زیاد می شوند دیگه. این خیلی واضحه، یعنی سالو زیاد حل کردیم با هم دیگه. گفته با افزایش دما کا چه تغییری می کنه؟ آقا کا روی دما روی کا تغییر داره، انگار تأثیر داره، تغییرش میده. خب ببین اگر دما رو من بیام زیاد بکنم، واکنش در جهتی پیش میره که کارو کم بکنه، نگار دما رو کم بکنه، پس در این جهت پیش میره. خب گفتم واکنش وقتی جلو بره ثابت تعادل چی میشه؟ زیاد میشه. گفته در دمای ثابت در واکنش چی؟ 2، یعنی 2 تا SO3 شده 2 تا SO2 به اضافه چی؟ O2. گفته در دمای ثابت با افزایش فشار، اگر افزایش فشار داشته باشیم به سمت چی میره؟ تعداد مول گازی به سمت تعداد مول گازی کمتر میرود تا اثر افزایش فشار را از بین ببرد. پس به سمت چی میره؟ تعداد مول گازی کمتر میره دیگه. این ور چند مول گازی داری؟ 2 مول داری، این ور 3 مول داری. به کدوم سمت میره؟ اون طرفی که کمتره. چرا؟ دلیلش هم برای نوشتم. این از این سوال. سوال بعدی چی گفت؟
آقا گفتم نمودار آ رو بهت بده، این بدون کاتالیزگره، درسته؟ اگر نمودار بی رو بهت بده مال پودر رویه، اگر سی رو بده چیه؟ پلاتینه. گفتم نقش پودر روی چیه؟ کاتالیزگره. نقش جرقه، اگر جرقه بده چه اتفاقی رخ میده؟ جرقه نقش چی رو داره؟ انرژی فعال سازی رو داره. گفته آقا هر یک از نمودارهای بی و سی، بی ما میشه مال روی، پس مال کدومه؟ گفته در وجود پودر روی میشه چی؟ بی. این از این. سی مال کدوم نموداره؟ مال اونی که توش پلاتین داره، پس سی مال چیه؟ مورد چهار. گفته استفاده از توری پلاتینی، آقا پلاتین و روی نقش کاتالیزگر رو دارن. آقا من گفتم کاتالیزگر روی دلتا اچ هیچ اثری ندارد. آقا گفته دلتا اچ رو تغییر میکنه، هیچ تغییری نمیکنه. بریم سوال بعدی. این از این. اینم که برات کامل کامل واکنشاشو میذارم بخونیم، مثلا خودروی دیزلی مدل شیمیاشو برات کامل میذارم. گفته گروه عملی مختلفی هم که سیه چیز خاصی نداره. گفته یکی از مونومرهای سازنده پلی اتیلن ترفتالات چیه؟ خب یکیش اتیلن گلیکول بود، یکی ترفتالی کسی بود، پس میشه اتیلن گلیکول. این همین سوالا میتونی راحت جواب بدی. این سوالا که اصلا عینشو حل کردم برات. نگاه کن چی گفته اینجا. سوالش هم خیلی قشنگه. آدو به اضافه 3 تا به 2 میشه 2 تا آب 3. درسته؟ چی گفته؟ گفته با افزایش دما. ببین وقتی دما زیاد شده من دما رو سمتی میذارم که مول گازیم کمتر باشه. این ور 4 مول گازی دارم، این ور 2 مول گازی دارم، پس کیو رو میذارم این سمت. گفته با افزایش دما اگر دما رو زیاد بکنی آبسه چه تغییری میکنه؟ خب درجه چی پیش میره؟ درجه برگشت پیش میره که کیو رو کم بکنه دیگه، پس آبسه چی میشود؟ کمتر میشود. ازل پرسیدیم واکنش گرمایی یا گرماگیر کیو رو سمت چیا نمیشن؟ فراورده. پس این واکنش گرماده است. میگم چرا؟ میگم چون با افزایش دما واکنش در جهت برگشت پیش رفته است و درصد مولی آبسه کمتر شده است. باز گفته کدوم دمای اتاقه؟ کامل بهت گفتم اینجا باز این نمودارا که 100 درصد تو امتحان میاد. گفته مونومرهای سازنده پلی اتیلن ترفتالات چیه؟ با هم میگه 10 بار خونیم اتیلن گلیکول ترفتالیک اسید. گفته کدوم مال فسفره؟ اونی که گفتم کوچیکه مال فسفره، اینی که زیاده مال چیه؟ H2. این میسوزه، اینم میسوزه. گفته کدوم نمودار سوختن فسفر رو به من نشون میده؟ نمودار چی؟ 2. میگیم چون انرژی فعال سازی کمتری دارد و در دمای اتاق میسوزد. گفته کدوم کنتر انجام میشه؟ وقتی میگه کنتر یعنی سرعتش کمتره، یعنی انرژی فعال سازی چیه؟ بیشتر. کدوم ایش بزرگتره؟ ایاش بزرگتره. آقا نگاه کن این ایاش انقدر، این ایاش انقدره دیگه، پس میشه نمودار شن، نمودار یک. حرف آ گفته چه کمیته نشون میده؟ ببین حرف آ اینجا واکنش دهنده است، اینجا فراورده است. این کمیت آ دیشه ما نشون میده، دلتایش آنتالپی ما نشون میده دیگه. یعنی چقدر سالش دیگه چرت شد. گفته کاتالیزگر با کاهش انرژی فعال سازی سرعت واکنش رو چیکار میکنه؟ زیاد میکنه. فقط حفظش هم میذارم بخونی. این از این. دیگه چیز خاصی نداره، یعنی همه چیاش داره تکرار میشه. کامل تمیزو فول فول بشی دیگه واقعا چیز خاصی نداره. بس بازم سوال حل کنیم. چی گفته اینجا؟ آقا دما 225 بوده شده 435. دما رو زیاد کردی، ثابت تعادل هم چی شده؟ زیاد شده. وقتی ثابت تعادل زیاد شده، ببین واکنش هم اینه، دو تا SO3 میشود دو تا SO2 به اضافه چی؟ O2. نکته که مهمه، وقتی که دما زیاد شده ثابت تعادل هم چی شده؟ زیاد شده. یعنی کیو کدوم طرف بوده؟ این طرف بوده که وقتی دما زیاد شده واکنش در جهت رفع پیش رفته، باعث شده کا زیاد بشه. چه زمانی کا زیاد میشد؟ زمانی که واکنش رو به جلو میرفت. پس وقتی دما رو زیاد کردم به این سمت رفته دیگه، کیو این طرفه. آقا گرماده یا گرماگیره؟ خب مشخص گرماگیره. میپرسی چرا؟ میگیم چون با افزایش دما واکنش در جهت رفع پیش رفته. گفته میزان پیشرفت واکنش در کدوم دما بیشتره؟ آقا پیشرفت واکنش به کا بستگی داره.
کدوم کاش بیشتره؟ این کاش بیشتره دیگه. بعد درمان 435 میگه چرا؟ میگه چون کاه بیشتری دارد، پیشرفت واکنش به کاه بستگی دارد. گفته با انتقال ظرف به ظرف بزرگتر، با انتقال مخلوط. آقا ظرفم بزرگ بشه، حجمم زیاد میشه، فشارم کم میشه، به سمت مول گازی چی میره؟ بیشتر میره. این ور 3 مول دارم، این ور 2 مول دارم، به کدوم سمت میره؟ به این سمت میره. خب وقتی به این سمت بره، اودو کم میشه یا زیاد میشه؟ ببین جلوی فلشه دیگه، اودو چی میشه؟ زیاد. میگیم چرا؟ میگیم چون با کاهش حجم فشار افزایش مییابد. بخش با افزایش حجم فشار کاهش مییابد، به سمت مول گازی بیشتر میرود تا اثر کاهش فشار جبران شود، پس اودو زیاد میشه. این از این. واقعا چیز خاص دیگه ای نداره. این از این. گفته کدوم گرماده؟ نگاه کن، اگر این شکل واکنش دهنده، اگر فراورده بالای واکنش دهنده باشه میشه گرماگیر، اگر واکنش دهنده بالای فراورده باشه میشه چی؟ گرماده. گفته کدوم گرماگیر است؟ میگم نمودار آ. میگم چرا؟ میگم چون با افزایش سطح انرژی همراه است و سطح انرژی فراورده از واکنش دهنده بیشتر است. من نمیمیسم، اما باید خودت بنویسی. گفته سرعت کدام واکنش بیشتر است؟ وقتی میگه سرعت واکنش بیشتر است، یعنی انرژی فعالسازی چی تر است؟ کمتر است. این انرژی فعالسازیش اینقدره، این اینقدره. کدوم انرژی فعالسازیش کمتره؟ نمودار B. میگیم نمودار B چون انرژی فعالسازی کمتری دارد. همین. فصل 4 دوازدهم همینه. فقط 4-5 صفحه حفظی میذارم، همین مبدل کاتالیستی و نمیدونم همین حرف خودروی بنزینی و دیزلی و از این چرت و پرتا. یه 4-5 صفحه برام می‌ذارم، همون‌ها رو هم یاد بگیری، دیگه کامل فصل 4 تمومه. سوالم زیاد حل کردم برات دیگه. واقعاً چیز خاص دیگه‌ای نداره 4-12. اوکی؟ این تمرین برای خودت حل کن. این واقعاً همه اینا رو می‌تونی حل کنی. بیشترش هم برات حل کردم. و فقط این نکته. این نکته دیگه هم بهت بگم. گفته تعیین کنید انرژی فعال‌سازی تبدیل پارازایلم به ترفلکسید کمه یا زیاده. میگه زیاده. چون حتی در محیط گرم و بازی هم به سختی انجام می شود. این از این. کاری که باید بکنی به دقیقا گفتم. واقعا اینجا دیگه چیز خاص دیگه وجود نداره، همش برات حل کردم دیگه. این از این. این نمودار دیگه هم حل کنم دیگه، واقعا آخرش. گفت چرا واکنش انجام نمیشه؟ میگم چون انرژی فعالسازی جفتشون زیاده، باعث میشه سرعت هم کمتر بشه. گفته آنتالپی رو تعیین کن. آقا آنتالپی میشه واکنش دهنده تا فراورده. این چقدره؟ 181. چون نمودارم گرماده است میشه منفی 181. اینجا چقدره از اینجا تا اینجا؟ 566. چون گرماده میشه منفی 566. گفته سرعت کدام واکنش کمتر است؟ وقتی میگه سرعت کمتره، یعنی انرژی فعالسازی کدوم بیشتره؟ این انرژی فعالسازی چقدره؟ نگاه کن 381. انرژی فعالسازی این چقدره؟ نگاه کن. از واکنش دهنده تا قله چقدره؟ 334. کدوم انرژی فعالسازیش بیشتره؟ نمودار چند؟ 1. گفته چرا میگیم چون انرژی فعالسازی بیشتری دارد؟ به خاطر همین سرعتش کمتر است. دیگه این آخرین سوال بود دیگه. همینا رو کامل کامل اگر حل بکنید هیچ مشکلی برای امتحانتون ندارید. فصل 1 و 2 و 3 و 4 کامل تمومه. این از این. خیلی خوب. من پاسخمه فصله. ببین جزوه که برات گذاشتم، هم فصل 1، هم فصل 2، هم فصل 3، هم فصل 4. میخوای بقیه سوالاشو برای خودت حل بکنی، مسلط‌تر بشی، پاسخنامه‌ش هم برات امشب میذارم. پس فصل 1، فصل 2، فصل 3 و فصل 4 فیلمشو برات میذارم. جزوه جواباشو برات میذارم. ببین مثلا این سوالا که حل نکردیم، این سوالا چون تکراری حل نکردیم، میخوای خودت حل بکنی، برات پاسخنامه‌شو میذارم که برای خودت چک بکنی. اوکی؟ پس اینو کامل بخون، فیلم‌ها رو نگاه کن، سوالا یکی یکی حل کن، با پاسخ‌ها چک کن و کاری که انجام میدی خود رو بیازمایی، تمرین کتابم حل کن. این کارو انجام بدی، نمرت راحت 20 میشه دیگه. دیگه هیچ مشکلی نداریم. بچه‌ها موفق باشین، ما بریم دیگه. فعلا.